در ادامه خبرها مرتبط با ایران، مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید پس از جلسه روز شنبه مجمع درباره بررسی یکی از لوایح مربوط به گروه ویژه اقدام مالی FATF تهدید به قتل شده است. او در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده است که از طریق دستگاه قضایی و امنیتی کشور خواستار رسیدگی به این موضوع خواهد شد. نازافرین میرزا خلیلی از رادیو فردا امر ماست. خانم میرزا خلیلی، در روی جزئیات صحبت‌های آقای انصاری بفرمایید و اینکه آیا به فرد یا منبعی که او را تهدید کردن اشاره شده؟ مجید انصاری درباره بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه چرا روز شنبه به تصویب نرسیده توضیح داده، گفته که چنین بحث‌های کارشناسی رو نمیشه انتظار داشت در یک یا دو جلسه حل و فصل کرد. اما همزمان آقای انصاری در این گفتگو به چند نکته اشاره کرده. یکی اینکه مسئله رفراندوم در این زمینه رو مطرح کرده، گفته قانون اساسی با صراحت میگه در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکنه قانونگذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرای عمومی انجام بشه و گفته که البته نوبت به اینا نمیرسه و پالرمو در مجمع حل میشه. گفته که بعضی از کلمه رفراندوم وحشت دارن، فکر میکنن وقتی میگن رفراندوم یعنی براندازی نظام. یه نکته دیگه که آقای انصاری به اون اشاره کرده، جریان مشکوکیه که به گفته ایشون، به گفته وی سعی میکنن بررسی لوایح چهارگانه رو از مسیر طبیعی خارج کنن. آقای انصاری گفته این جریان به نظر اون مشکوکه و با سوء استفاده از احساسات پاک و جوانها سعی میکنه این موضوع رو از مسیر طبیعی خودش خارج بکنه. اما مسئله دیگه هم که آقای انصاری بهش اشاره کرده همونه که شما هم اشاره کردی، پیامکایی که تهدیدآمیز بوده و اونو تهدید به قتل کرده و گفته بعد از جلسه روز شنبه مجمع با دریافت پیامکایی حتی تهدید به قتل و برخورد خونین شده. و نکته دیگه این که آقای انصاری در صحبتش از دستگاه قضایی امنیتی کشور خواستار رسیدگی به پیامک‌های تهدیدآمیز شده. آقای انصاری پرسیده که این کدوم جریانه که نشسته دی رو تحریک میکنه که اعضای مجمع تشخیص یا نمایندگان رو تهدید بکنن، و همچنین گفته که این تهدیدها در واقع تهدید نظام هستش. گفته این قانون شکنیه که دی به خودشون حق بدن که چون فهم میکنن پیوستن به پالرمو خلاف مصلحته، میتونن نمایندگان خائن بخونن و به نمایندگان مجمع رو تهدید بکنن. البته ایشون اشاره به این نکرده که چه کسی یا چه جریانی، این جریان مربوط به چه گروهی هستش، ولی گفته که این اوج استبداده که گروهی فکر میکنن عده‌ای برخلاف نظرشون هستن، اینا افرادی هستن که خیانت میکنن.